بسم الله الرحمن الرحیم. دادن جان به که با هجران جانم زیستن، می توان بودن ولی بی پیر نتوان زیستن. راهم بار است و زیرش دام ها، قحطی معنا میان نام ها، قحطی معنا میان نام ها، لفظ ها و نام ها چون دام ها، لفظ شیرین دیگه آب عمر باز. راه هم باز و زیرش دام ها، دردها در اینجا فراموش شده، منطق جای خودش را به مش داده، عقل جای خودش را به چوب داده. یعنی چه؟ مخصوصا اگر کارش این باشه که مثلا یه حالت دادگری و داوری هم داشته باشه، اون حادثه ممکنه برای یک انسان دقیق یک سال مطالعه داشته باشه تا بفهمی قضیه چیه. از خدا علم کامل بخواید، علم ناقص بیچارتون میکنه، علم ناقص بیچارتون میکنه. کهکشانی ز معما شده بود، یوسفی بود که در وادی عشق، فارغ از هر چه زلیخا شده بود. جوانان عزیز ما، دانشگاهیان ما، اوزبی ها، مقدار زیادی از نبوغ جوانان ما مقدار زیادی صرف این میشود که به مردم اثبات کنه که من نبوغ دارم. تو با مردم چیکار کنی؟ خودشون میبین. برو آقا، برو کارتن یا برو برادر. حیف و نبوغی که صرف بشه به اینکه مردم بدانید که من چیستم، بدانید که من چیستم. جز خدا هیچ در اندیشه نداشت، بی خیال از همه دنیا شده بود. این اواخر به چنان بس رسید که در این تنگ قفس پا شده بود.
هنرمندان ببین در دست شما چه وسیله هست. کار کنید، بیایید کار کنید. هر کس که یک سرمایه هنری احساس بر این داره، عقل را در دست داره. حجیت عقل این که ما از کجا به این عقل گوش فرا بدهیم، احساس بر میگه بلی ما در میابیم، این یک وسیله بسیار خوبیه، منتهاش از مطلق گفتم بپرهیزه. جز خدا هیچ در اندیشه ندار، بی خیال از همه دنیا شده بود، اثر هنری چیزی را به وجود بیاره که برای بشر مفید باشه. و الا 2 دقیقه تعجب کردن، 3 دقیقه شگفتی کردن، 8 تا احسن گفتن نباید پاداش یک هنرمند باشه. بیایید بیان کنید، معنا کنید معنای آزادی را در این اثر هنری، تجسیم بدهید این حقیقت تجریدی بسیار والا به قول اینا آبستره های فوق‌العاده والا. بیایید ما را تجسم بدید که آزادی یعنی چی. بیایید قضیه نظم را در آثار هنریتون، در نقاشی هاتون، در نمایش ها، و باید همین فقط آسان باشه. دیدید اون فیلم آهنگ بنداد چیکار کرد؟ شده بود ساده میرفت به مهمانی دوست، دل من نیست مهیا شده بود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.